و همیهنان عزیز، امروز یک شنبه یکم دی با خلاصه اخبار آوت دی در خدمت شما هستم. پس از رقابت دو شطرنج باز ایرانی با رقیب اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی اسپانیا، وزارت ورزش رژیم جمهوری اسلامی از عدم اعزام ملی‌پوشان شطرنج مردان ایران به مسابقات شطرنج سری قهرمانی جهانی خبر داده است. مارک دوبوویچ عنوان کرد اسرائیل و کشورهای عرب باید تلاشهایشان برای حمایت از مردم ایران به عنوان سومین ضلع ائتلاف منطقه‌ای را دوچندان کنند. مردم ایران تنها نیروی هستند که میتوانند این رژیم بیرحم را به زیر بکشند. محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، خبر داد که دادستانی با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی را یک گام عمده در کمپین فشار بر عوامل نیابتی ایران در منطقه خاورمیانه و جهان توصیف کرد. در عراق هزاران دانشجوی بغداد با تعطیلی خود جوش در تظاهرات امروز به سوی میدان تحریر مشارکت کردند.